درس 77 از کتاب Essential Grammar in Use از انتشارات کمبریج. Not plus any. No, none. ما با این ترکیب و این دو کلمه میتونیم جملات منفی بسازیم. تا قبل از این یاد گرفته بودیم که با اضافه کردن not یا شورت فرم اون net به هر یک از auxiliary verb ها یا افعال کمکی و یا modal verb ها میتونیم یک جمله رو منفی کنیم. حالا میخواییم تکنیک های دیگه رو برای منفی کردن جمله استفاده کنیم. A. این پارکینگ خودرو رو ببینید. Car park. هیچ ماشینی توش نیست. The car park is empty. پارکینگ خودرو خالیه. دو روش میتونیم ما اینو بگیم. There aren't any cars in the car park. وجود ندارند هیچ ماشین هایی در پارکینگ خودرو یا در توقفگاه خودرو. این یه شکلشه، ولی شکل دیگه هم هستش که ممکنه شما بشنوید یا در جای اون رو بخونید. اون هم دقیقا همین معنی رو میده، مثل There are no cars in the car park. یعنی وجود دارد هیچ ماشینی در پارکینگ خودرو. از لحاظ ترجمه به فارسیش یه خورده عجیب به نظر میرسه، ولی چون معنیشون یکیه ما میتونیم بگیم ماشینی توی پارکینگ نیست. How many cars are there in the car park؟ یه چند تا ماشین توی پارکینگ خودرو هست. جواب کوتاه یک کلمیش میشه none، یعنی zero، صفر، هیچ. و اما قواعد استفادهش. not که حتما باید قبلش یک auxiliary verb یا یکی از اون modal verb ها باشه. مثلا There aren't any cars in the car park. وجود ندارند هیچ ماشینایی در پارکینگ خودرو. Tracy and Jack don't have any children. یه تریسی و جک ندارند هیچ بچه های. You can have some coffee but I don't want any. که البته که طبق فرمولایی که در درس گذشته خدمتون گفتم، در این حالت چون هر دو جمله دارن به نون کافی اشاره میکنن و این نون یک بار در واقع مطرح شده، در جمله دوم حذف شده. یه تو میتونی یه مقدار قهوه بنوشی اما من نمیخواهم هیچ کافی قهوه. نو به همراه یک نون میاد، یعنی نو پلاس نون، مثل نو کاز، نو گاردن و اتسترا یا غیره. با مثال ها بیشتر متوجه میشیم. There are no cars in the car park. یعنی وجود دارد هیچ ماشینایی در پارکینگ، که معادله There aren't any cars. پس اگر no استفاده میکنید به همراه یک نونی، نمیتونید از not در همون جمله استفاده کنید، یعنی یا not یا no. این قانون اصلی که این درس داره به شما میگه که در جلوتر هم باز خواهیم دید. We have no coffee. میگه ما قهوه نمی نوشیم. یا اگر have رو به معنی داشتن ترجمه کنیم میشه ما قهوه نداریم، که معادل اینه We don't have any coffee. یعنی ما نمی نوشیم هیچ قهوه‌ای، یا ما نداریم هیچ قهوه‌ای. این به در واقع مفهوم اون پاراگراف و جملات قبلی و بعدی بیشتر مربوط میشه. It's a nice house. این یک خونه خوبیه.
But there is no garden. اما وجود دارد هیچ باقی. یعنی باغ وجود نداره اونجا. منظور هم باغچه است. یه باغی با درخت‌های انبوه و اینا نیست. یه باغچه کوچولوی حتی 1 متر در 2 متر یا 1 متر در 1 متر هم حتی در انگلیسی بهش میگن garden. There isn't a garden. وجود ندارد یک باغچه. We use no specially after have and there is or there are. میگه ما نو استفاده می کنیم از کلمه نو مخصوصا بعد از have و demonstrate there is or there are. یعنی وجود دارند یا وجود دارند. Negative verb plus any. اگر شما یک ورب نگتیو مثل همون aren't, do not, isn't اینجور چیزا داشته باشید به علاوه any، معادل پوزیتیو اون ورب یعنی are یا do یا کلمات دیگه به علاوه no. بازم اینجا دارم خدمتون میگم یا این طرف مساوی یا اون طرف، یا نگتیو ورب به علاوه any یا positive verb برای no. مثل چی؟ They don't have any children. آنها ندارند هیچ بچه. Or they have no children. آنها دارند هیچ بچه. اما نمیتونیم بگیم یعنی not they don't have no children. نمیتونیم هم از don't و هم از no با هم استفاده کنیم. There isn't any sugar in your coffee. میگه وجود ندارد هیچ شکری توی قهوه شما. Or there's no sugar in your coffee. میگه وجود دارد هیچ شکر، یعنی اصلا شکری نیست در قهوه شما. B. No and none. ما چطور از نو و نان استفاده کنیم؟ Use no plus noun، یعنی حتما به همراه نو یک اسم میاد، یک نون میاد، مثل no money، no children، etc. و غیره. مثل we have no money، ما داریم هیچ پولی، یا به عبارتی ما پول نداریم. Everything was okay. همه چیز خوب بود. There were no problems. وجود داشتن هیچ مشکل هایی یا مشکل هایی وجود نبود. Use noun only without a noun. اگه از نان استفاده میکنید لزومی نداره دیگه نونی بعدش بیاری. خود کلمه نان کافیه. How much money do you have? چقدر پول داری؟ نان معادل نو منیه، یعنی زیرو، صفر. Were there any problems؟ مشکل هایی وجود داشت؟ No, none. نه، زیرو، صفر، هیچ، یعنی no problems. C. None and no one. دقت بفرمایید که بین no و one یک هایفون یا یک خط تیره بگذارید و no one رو به هم نچسبونید. None به معنی زیرو، صفر. اما no one به معنی هیچ تن، یا به عبارتی معنیش میشه هیچ کس، هیچ یک. اما هیچ یک نفره، نه چیز. منظور thing نیست، شخص. None is an answer for how much or how many. میگه نان یک پاسخه، یک جواب برای سوالایی که با how much یا how many شروع میشن، که میتونه هم برای things استفاده بشه، اشیا و people یا اشخاص، افراد، آدم. دو تا اینجا محاوره میبینید. شخص A گفته how much money do you have؟ چقدر پول داری؟ جواب گفته نان.
یعنی no money، zero، هیچ. در محاوره دوم گفته how many people did you meet، چند نفر رو تو ملاقات کردی. بی گفته none، یعنی no people، هیچ کس، zero، صفر. No one is an answer for who، یعنی سوالایی که با who شروع میشن no one یک پاسخ براش. مثلا who did you meet، کیو ملاقات کردی. ببینید در سوال قبلی گفته بود چند نفر رو ملاقات کردی، اینجا داره میگه چه کسی را ملاقات کردی. تفاوتشون در معنای این جملات، در پاسخ اون سوال قبلی گفته بود نان، ولی اینجا نمیتونه بگه نان، میگه no one or nobody، هیچ کس، هیچ یک، هیچ تنی رو من ملاقات نکردم. exercises، تمرین ها، پاسخ تمرین ها رو در انتهای ویدیو ببینید و با پاسخ های خودتون مقایسه کنید. 77.1 write these sentences again with no، میگه این جملات رو دوباره بنویسید، یعنی سمت چپ یه سری جمله نوشته شده که همشون با negative verbن، یعنی don't have، aren't، any، doesn't have و isn't، a light، و باید اونا رو جاشون رو با no عوض کنید. و یادمون هست که no حتما به همراه یک noun میاد. noun تو جمله رو پیدا کنید و قبل اون بذارید و جمله رو مثبت بنویسید. یعنی چی؟ number one، we don't have any money. در این جمله money یک نونه، پس میشه no money، این تیکه اولش درست شد. any و don't رو هم پا حذفش میکنیم چون نباید جمله منفی یا نگتیو باشه، میگیم we have no money. جمله دوم گفته there aren't any shops near here، میگه وجود ندارد هیچ فروشگاهی نزدیکی ها، که میگیم there are no shops near here. بس اون دوتای بعدی رو هم زحمتش خودتون بکشید. اما در بخش دوم همین سوال گفته که write these sentences again with any، حالا این جملات رو دوباره بنویسید، همشون با no و یک noun نوشته شده، اونها رو تبدیل کنید به یک negative verb و یک any هم حتما اضافه کنید. میگه که we have no money، اگه بخوایم به شکل دیگه بنویسیم اول از همه باید have و منفی کنیم، میگیم we don't have، چون منفیه حتما باید از any استفاده کنیم، میگیم we don't have any، و noun خودمون رو باید بیاریم و این بار حتما باید no رو حذف کنیم، چون یا don't یا no، یا aren't یا no، هیچ وقت نمیشه این دوتا با هم باشن، پس میشه we don't have any money. 77.2 write no or any. حالا اینجا یک کوچولو سخت‌تر شده، شما باید تشخیص بدید از متن جملتون که باید کدوم رو اضافه کنید، no رو یا any. جمله اول گفته there is sugar in your coffee، چون there is isn't نیست، یعنی منفی نیست، قبل از sugar شما میتونید یک no بذارید و این جمله کامل میشه. جمله دوم my brother is married but he doesn't have، چون اینجا از doesn't استفاده کرده، قبل از noun children باید از any استفاده کنیم. write no any or none، اینجا یک کلمه دیگه هم اضافه شده در سوال هفتم به بعد، حالا با تشخیص بدید که no بذارید، any بذارید یا none. گفته که there aren't، وجود ندارن، خب حالا که aren't نمیتونه no باشه، چون پاسخ یک سوال نیست نمیتونه none باشه و حتما باید یک any قبل از pictures باشه. there aren't any pictures on the wall، میگه وجود ندارن هیچ عکسایی روی دیوار. برای سوال هشت
چون there was wasn't نیست و negative form نیست، باید از no قبل از noun wind استفاده کنیم. اما برای سوال 11 و 12 همونطور که می‌بینید یک سوال و یک کلمه باید شما پاسخ بدید و اون کلمه‌ای رو که میتونید پاسخ بدید فقط میتونه نان باشه، نه نو و نه اینی. 77.3 complete the sentences، جملات رو کامل کنید. use any or no plus the words in the box. از اینی استفاده کنید یا نو به علاوه یکی از این کلمات که در این جدول هست. نمبر 1، everything was okay، همه چیز خوب بود، همه چیز درست بود. There were، در جدول اومده که difference اختلاف، friends دوستان، furniture لوازم منزل، heating گرمایش، idea نظر، money پول، problems مشکل ها مشکلات، questions سوالات، q صف. هیچ کدوم از اون کلمات اینجا استفاده نمیشه مگر no problems وجود داشت، هیچ مشکل. Jack and Emily would like to go on holiday but they have، میگه جک و امیلی مایل بودند که به تعطیلات برن، اما آنها داشتن یه چیزی، باید no همراهش باشه چون اینجا نگفته they don't have، پس any استفاده نمیتونیم بکنیم. یه چیزی باید باشه که اونها نداشتن برای اینکه کجا برن، میشه عقیده‌ای نداشتن، نظری نداشتن، میشه but they have no idea، هیچ ایده‌ای هیچ فکری نداشتن. بقیهش رو خودتون زحمت شو بکشید. 77.4 write short answers، پاسخهای کوتاه بنویسید. one or two words، یک کلمه یا دو کلمه. to these questions، به این سوالات. use none where necessary، از none استفاده کنید جایی که لازمه. number one، how many letters did you write yesterday، چند تا نامه دیروز نوشتی؟ خب این به شما بستگی داره، ممکنه two دوتا نوشته باشید، ممکنه a lot یا عالمه یا none هیچ صفر. بقیه این جملات رو پاسخاش رو بنویسید. فقط سوال آخر جالبه که پاسخاش رو خودتون بنویسید، شده how many legs does a snake have، یک مار چند تا پا داره. به نظرتون کدوم کلمه رو باید اینجا بگذارید؟ امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله رو بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.